رشد اقتصادی محور اصلی مذاکرات نشست گروه 8 سختگیری های اقتصادی بدون موتور محرکه رشد نمیتواند مؤثر واقع شود همگی اعضا حتی آنگلا مرکل بر سر این موضوع توافق دارند اما مسئله بر سر جزئیات است چگونگی دست یافتن به رشد اقتصادی در اروپا به باور آنهایی که در اقتصاد حضور فعالی دارند از جمله صاحبان بنگاه های تجاری نقدینگی تزریق شده به بانک ها به دست بنگاه های تجاری کوچک و متوسط نمی رسد. آنها خواستار راهکارها و تدابیر مالی موثری در این زمینه هستند. جم... گاهی برخی تخفیف های مالیاتی در سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و متوسط جالب به نظر می رسد. باید دانست که شرکت های کوچک و متوسط در فرانسه همچون دیگر کشورها در اشتغال نقش دارند. اگر گزارش منتشر شده روز گذشته سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی را مبنا قرار دهیم باید هرچه سریعتر به اقدامی ضروری دست زد واقعیت این است که هزینه های اجتماعی بحران اقتصادی در منطقه پولی یورو تا کنون سنگین بوده و چشمانداز خوبی ندارد تولید ناخالص داخلی پس از سال 2011 که با رشد همراه بود در سال جاری با کاهش روبروست و در سال 2013 نیز رشد اندکی خواهد داشت عملکرد اقتصادی نامناسب یورو در مقایسه با رشد جهانی پیشبینی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اما چهار کشور منطقه یورو که بیشترین آسیب را دیدند یعنی یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا همچنان در سال 2013 شاهد تداوم رکود اقتصادی خواهند بود. در بیشتر کشورها هر دو رویکرد سختگیری و رشد اقتصادی مورد نیاز است. اگر به عنوان مثال به یونان یا اسپانیا نگاه کنید میبینید که این کشورها شدیدا در بدهی فرو رفتند و بنابراین ریاضت اقتصادی باید ادامه یابد رشد اقتصادی واقعا حیاتی است اما مشکل اصلی در اروپا این است که برای رشد اقتصادی ابزارها و راهکارهای محدودی وجود دارند برخی تحلیلگران بر این باورند که هنوز منابع دست نخورده وجود دارند ما 82 میلیارد یورو نقدینگی غیر قابل برداشت داریم که بیشتر آن برای کشورهایی است که بیش از سایر این به آن نیاز دارند. باید راه حلی برای استفاده از آن بیابیم. همکنون نگاه ها امیدوارانه به رهبران سیاسی اروپا دوخته شده است تا بلکه بتوانند راهبردی اقتصادی برای مهار بحران و احیای رشد اقتصادی ارائه دهند.